شادی همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟ من خوبم عزیز، بفرمایید. آقای دکتر، من ماه پیشم باهاتون صحبت کردم، ولی اون مشکلی که واقعا داشتم هنوز نتونستم برای خودم حل بکنم. چی بود؟ بیشتر من متاسفانه هیچ یادم نمیاد. شما چند سالتون عزیز؟ من 26 سالمه. اوکی، از کجا تلفن میکنید؟ از ویرجینیا. چه مدتی از امریکا هستید؟ من 12 سال الان امریکا هستم. با خانواده آمدید دیگه، درسته؟ بله. یعنی میتونم من بپرسم چند تا خواهر برادر دارید؟ من یه برادر تنی دارم که 3 سال ازم بزرگتره، 29 سالشونه، و یه برادر ناتنی که 35 سالشونه. داستان این چی بود؟ از جانب ناتنی، از جانب مادر یا پدر؟ مادر یعنی مادر ازدواج کردن، یه فرزندی داشتن، بعدن همسرشون رو از دست دادن یا جدا شدن؟ جدا شدن و بنابراین ازدواج بعدی کردن، شما بچه دوم از ازدواج دوم مادر هستی، درسته؟ بچه سوم. سوم، بله. خب متوجه شدم. خب اون دوتا حق با شماست، یعنی سومی هست. خب مسئله و مشکلی که داشتید که روی خط آمدید و با هم صحبت کردیم چه بود؟ من فکر میکنم درست توضیح ندادم، یا مثلا مثالی برای نتونستم بزنم، واسه همین برام هنوز یه خورده اون مسئله هنوز کامل برام حل نشده، که بیشتر نسبت به حرمت نفس برمیگشت و استرس و استراب، ولی هنوز برام حل نشده درست، چون این اتفاق هنوز داره توی روابط روزانه داره اتفاق میفته هنوز، مثل خیلی هم بیشتر مثلا سر کاره که واقعا دیگه داره. چه اتفاق؟ چه خبر میشه در سر کار شما؟ چه اتفاقی میفته و شما چه حال و وضعیتی دارید؟ آقای دکتر، من مثلا سر کار اینم بهتون گفتم که مثلا من یه دونه از تاپ پرودوسرای کارم هستم، ولی خب و منیجرم هم خیلی به من کمک کرده، ولی خب همیشه یه جوری اتنشنی من از منیجرم میخوام، که میخوام فرق داشته باشه با بقیه. اگه مثلا میبینم بیشتر داره توجه میرسه به یکی دیگه از کارمندام، این یه حسی تو من ایجاد میکنه که مثلا منیجر من دیگه به من اهمیت نمیده، یا اگه مثلا میبینم دیگه یکی از کارمندان داره با منیجرم صحبت میکنه، من میام مثلا تو صحبتشون قطع میشه، نه این حتما درباره من بوده. و خب آخه نصب کنیم، نه نصب کنیم، اولا اینا که واقعیت نداره، یعنی شما یه نگاه بد و منفی دارید، بنابراین وقتی هم که به شما برگردن بگن یه آدمی صاحب فرزند شد، میگید خب فایدهش چیه؟ میمیره. یه کسی هم اتومبیل خرید، میگید حالا باید پول بیمه هم بده. خب آخه این نگاه که نگاه بد و منفی است که شما دارید. دوم، شما چرا دائما در حال مقایسه اید؟ و بعدم چرا فکر میکنید که همه ی آدما باید به گونه‌ای با شما رفتار کنن که مادرتون با شما رفتار میکنه؟ خب یه آدمی اصلا به غلط فکر میکنه یه کارمندی که نصف شما کار نمیکنه و خوب کار نمیکنه توجه بیشتری بهش میکنه، حتی محبت میکنه واقعی، شاید هم نه، ولی خب میکنه. مگر شما قراره برید سراغ آدما بگید که نه من دو برابر اون کار میکنم، چرا مثلا حقوق او دو برابر یا توجه به او میکنی؟ اصلا از کجا که اون آدم قبول داره که شما دو برابر اون آدم ارزش دارید، ولی میخواد اون رو هم به کار بگیره پس توجه و محبت بیشتری بهش کنه برای که راهش بیاندازه. آخه شما یه دفعه اومدید گفتید من ملاک خلقتم، یک فقط من، و بنابراین همه چیز دور من میچرخه، قرار من اگر یه برجستگی دارم همه بدونن، همه بفهمن، اون رو قبول کنن، به گونه ای رفتار کنن نشون میده، اونو تایید میکنن، اصلا معنی نداره عزیز. یعنی شما خیلی راحت و آسوده باید بپذیرید در دنیایی هستید که مردم نه اینقدر واقع بینن، نه براشون مهمه و نه قرار هست که رفتارشون درست باشه، نه در این مقایسه ها قرار دائما ترازوشون دستشون باشه. بعدم شما به صورتی که دارید بیان میکنید نه تنها آدم مضطرب و نگرانی هستید، نه تنها اون احساس بد رو دارید، کاملا پیداست بدبین و منفی است، یعنی یه ذره حتی بوی شک و سوءظن میده.
بنابراین خب این یه چیزیست که باید درستش کرد، برای که درستش کردم کار داره، ولی اول واقعیت باید جلوی شما بیاد. یعنی من فرض کنید توی اداره هستم، 30 نفر دیگه هم هستم، اصلا شاید یه رئیس من به یکی 3 برابر من یا دیگران توجه میکنه. علتش هست که اون تیکه کار خرابه. بسیاری از خانواده هستن که 4 تا بچه دارن، یه بچه مریضه و گرفتاره، ای بسا 90% انرژی و وقت و پول این خانواده صرف اون بچه مریض میشه، برای که اونی که احتیاج به کمک داره، اون 3 تای دیگه که ندارن. ولی شما اصلا موضوع رو اینگونه نگاه نمیکنید. یعنی صرف نظر از واقعیت، صرف نظر از نگاهی که مردم میتونن مخالف با شما داشته باشن، فرضتون اینه که همه باید به گونه ای عمل کنن که من فکر میکنم خوب و درسته. یعنی یه نوع باور به خودمداری و خودمحوری، I'm self-center، و برمیگرده به یه نوع حالت خودخواهی و خودشیفتگی که من، و این کاملا پیداست. شما با یه مادری بوده، بچه‌ای بوده، بعد بچه بعدی آمده، بعد شما اومدید، بعد شما در اینجا اون آخر کار به این نتیجه رسیدید که من از اونا کمترم، من از اونا ضعیفترم، ولی در این حال هم احتیاج داشتید، هم خودتون رو واقعا شاید بهترم میدونستید و ای بسا بهترم بودید. ای بسا 1/5 دردسری که برادر بزرگتر شما برای خانواده به وجود آورده به وجود نیوردید، ولی اونا از ترسشون ای بسا توجه بیشتری به او میکردن، برای که با قلدری و مثلا زورگوییش بیشتر میگرفته. و شما بعدا به این نتیجه رسیدید که منی که خوبم، منی که مثلا مواظب و مراقبم، دارم کمتر میگیرم و اونی که کاری نمیکنه بیشتر. ولی این واقعیت دنیاست عزیز، یه دنیاییست که حتی آنچه که در طبیعت اساسش بر ظلمه، بر نابرابریه، بر تبعیضه، و شما دفعه از راه رسیدید، معتقد هستید که همه باید عادلانه، واقع بینانه، اونم بر اساس ملاکای من عمل کنن. اصلا چی دنیایی وجود نداره عزیز، و اصلا بقیه این گونه نیستن. حتی وقتی نظر شما درسته، درسته، شما اصلا یه نظر بسیار درستی دارید، مثل الان داستانی که درباره فرض کنید کرونا است. امروز بسیاری از مردم باورها و اعتقادات عجیب و غریبی دارن که اصلا آدم باورش نمیشه انسان تا این اندازه نگاه و نظر انحرافی غلط و بد و ویرانگر داشته باشه. برای که شما میدید از 100 نفر آدم آگاه و متخصص، 99 تاشون یه حرفی میزنن، اون یکی هم که همیشه پیدا میشه تو همه رشته ها، شما میتونید همیشه برید یه متخصص، یه مهندس، یه دکتر پیدا کنید که باورهای عجیب و غریب و عجق و جق داره به دلایل مختلف، و برخی از اوقات اینا رو جمع میکنن و به عنوان متخصص میندازن جلو و مدرک و عنوان هم دارن. ولی اگر شما نگاه کنید، ببینید 1000 تا متخصص اینا نمیگن، شما نگاه کنید 99% کسانی که درباره محیط زیست کار میکنن، متخصصین، 99%شون حرفشون یکیه. اما یه دو آدم هستن که باورهای مذهبی دارن، آسیبای روانی دارن، بیماریهای روانی دارن، و اصلا یه نگاه دیگری راجع به محیط زیست دارن و یا گرمایش زمین دارن. بعد اینا رو میارن، عنوان هم دارن، دکتراش هم داره تو همین رشته، یا حتی در زمینه رشته‌های بسیار فنی آدمایی رو نشون دادن که اصلا اظهار عقیده و نظر عجیب کنم. علتی که دارم به شما میگم، ما تو دنیایی هستیم که همینقدر که من تا حدودی فهمیده بشم مسئله است. به همین جهتی که من اون زمانی که کار تراپی میکردم، هنوزم رو خط رادیو شما میبینید، برخی از وقت دوستان یه حرفی که میزنن میگم ببینید من حرف شما رو این گونه فهمیدم، درست فهمیدم؟ من باید کوشش کنم دیگران رو بفهمم، نه اینکه دیگران باید هم منو بفهمن همان گونه که من فکر میکنم درسته عمل کنن. ما همچین دنیایی نداریم عزیز. حتی اگر شما رئیس یه جایی باشید، فرمانده یه لشکری باشید، در ارتباط با سربازانتون و افسرانتون یه همچین نگاه و نظری نمیتونید داشته باشید، چرا به اینکه در دنیای امروز، اونم تازه در محیط ها و شرایطی که هستم، شما یه جایی دارید کار میکنید، رئیس شما اصلا ممکنه شما فقط به خاطر اینکه ایرانی هستید از شما خوشش بیاد یا بدش بیاد، از اون یکی به خاطر اینکه جوانتره خوشش بیاد، اون یکی به خاطر اینکه دختره و پسر نیست خوشش بیاد، اصلا با یه کسی نظر داشته باشه، اون آدم یه کارایی برای اون کرده که شما هیچ وقت برای تولدش نکردی. ولی شما وقتی که وارد میشید و میگید که یک اصل برابری رو رعایت کنید و بعدم من رو در مقام مقایسه بالاتر بدونید و اون رو بپذیرید، من به شما میگم از 10 مورد 9 موردش حتما اتفاق نمیافته عزیز، که شما بر مبنای این احساس بکنید و بعد حال و نظر بدی پیدا کنید. اصلا چه دنیایی ما نداریم، برای هیچ کس نداریم عزیز.
من بسیاری از اوقات روی خط رادیو یا تلویزیون حرفایی زدم و بعد دوستان به خود من گفتن، اصلا نه رادیو تلویزیون، من سر کنفرانس دارم حرف میزنم، توضیح دارم میدم، دوستی دستی بلند میکنه، سوالی میکنه، من متوجه میشم من حرفمو درست نزدم، او اصلا حرف من یه چیز دیگه فهمیده، حتی به من میگه تو اینو گفتی که اصلا من نگفتم، اصلا همچین نیتی من نداشتم، هدف مثلا همچین موضوعی رو مطرح نکردم. من صدها بار از جانب بیشتر از دوستان شنیدم که گفتن تو اینو باور داری یا اینو گفتی. حتی هفته گذشته رو همین خط رادیو یه کسی درباره خدا اومد این حرفو زد و درباره دین صحبت کرد، کسان هرچی گفت تو اینجوری باورت هست یا عقیدت هست، اصلا هیچ کنم از اینا باور عقیده من نبود و تازه دوستی بود که برنامه منو میشنید و فکر کردون من این باور عقیده رو دارم. برنامه شما چه انتظاری از مردم دارید که ترازوشون دستشون باشه دائما شما رو با بقیه مقایسه کنن، بسنجن و به شما بگن درست و غلط و خوب و بد و چی عزیز؟ تلفنتون قطع شد یا من اشتباه؟ نه خودت من هست، من داشتم گوش میدم به حرفتون. چی میخوای به من بگی عزیز؟ آقا یه طور راستش بخواهم، مثلا من فرض فکرم رو که میدونم کاملا غلطه، فقط نمیدونم از کجا بخوام شروع کنم و چطوری بخوام بهترش کنم. من مبلغم به سی دی استرس استرابتون گوش دادم کامل و به حرمت هستون کاملا گوش دادم و بهتر شدم، ولی خب این مشکلات یعنی دنبالش رو نگشتم که بخوام یه تراپیست پیدا کنم که بخوام کمکم بکنم و این مشکلات رو بخوام خیلی کمترش کنم و واسه همین این دوباره تو زندگی من به وجود اومد، این اتفاقات دوباره به وجود میاد. خب آخه نه ببین عزیز، ببین عزیز بیا فرض رو بر این بگیریم که تو وارد یه محیطی میشی و همطور که گفتی مثلا حرف میزنن اصلا صحبت رو عوض میکنن. اولا من تو باید بدونیم ما اینقدر آدم های مهمی نیستیم که راجعون حرف بزنیم. دوم که اونا اصلا یه دلیل دارن، میخوان برن شب مواد مخدر مصرف کنن، من که وارد میشم میخوان اظهار نظری نکنن. چرا من یک گفتگوی اونا رو به خودم مرتبط میکنم؟ خب من با جلو خودم بگیرم، برای که از صد بار که من وارد اتاقی میشم و دو نفر که دارن حرف میزنن صحبتشون رو تقریبا قطع میکنن، تازه اگه قطع نکنه من چه میدونم که موضوع رو عوض نکرده باشن. من باید بدونم به من مربوط نیست، من باید یه دلیل مشخصی برای این داشته باشم، نه اینکه با شک زندگی کنم. یعنی من نمیتونم وارد اتاق بشم، اگر صد بار وارد صد تا اتاق شدم حرفشون رو قطع کردن یا به نظر اومد راجع به یه چیز دیگه صحبت میکردن عمدن عوضش کردن، من باید بگم 99 تاش به من مربوط نیست. تو اصلا به من مربوط باشه، آدم ها حق دارن راجع به من عقیده و نظر داشته باشن، آدم ها حق دارن که فکر کنن من خوبم یا بدم، و آدم ها اینو تو دلشون و تو ذهنشون دارن، ای بسا بیانم نمی کنن. ولی اینکه همه چیز باید شفاف و روشن باشه و قرار نیست کسی حرفی و عقیده‌ای راجع به من داشته باشه که درست نیست. بنابراین شما از این بعد هر وقت که هر جا رفتید ابدا مهم نیست که اون آدما حرفشون رو میزنن، قطع میکنن، ادامه میدن، میخندن، نمیخندن. ولی اگر شما سر این موضوع اصرار کنید، من میگم شما اشکالتون اینه که مسئله آنچه که اسمش تقدم و تأخر زمانی هست رو با علیت اشتباه گرفتید. من وارد یه مهمونی میشم، همه میزنن زیر خنده، من که نباید فکر کنم به من خندیدن، نه، یه کسی داشت جوکی لطیفه‌ای میگفت، رسید به اوجش، به اونجا که رسید همه خندیدن، من اون موقع وارد شدم. خب این دوتا تقدم و تأخر زمانی و یه ارتباط زمانی با هم دارن، ولی علیت که نیستن. ولی اگر من یه ذهنی دارم که فکر میکنم همه دنبال یه فرصت و بهانه‌ای هستن که راجع به من حرف بزنن، بد حرف بزنن، خب معلومه من اگر وارد مهمونی شدم همه زدن زیر خنده، فکر کنم خب به ریخت من خندیدن، ولی خب این که واقعیت نداره عزیز، برای که نه من اینقدر مهمم نه قرار آدم ها اینگونه باشن. دلیل میخوام، یعنی باید بتونم اثبات کنم این رو که اونا حرفی میزدن تا اینکه با حدس و گمان برم سراغ نظرم. بله آقای دکتر، من تمام حرفایی که زدین کاملا درسته، فقط نمیدونم من از کجا بخوام شروع بکنم. الان توی سر من واقعا مثل یه بازاره که نمیدونم اصلا دیگه خودمو دیگه نمیدونم، گم کردم توی جوری که با این خشم و استراب و بدبینی و واقعا نمیدونم دیگه چی کار بکنم، چه جوری شروع کنم که بخوام این حقیقتا رو برای خودم واقعا حل بکنم و یه جوری باشه که بخوام زندگیمو اونطوری ببینم. ببین عزیز، اگر یه کسی به تو بگه
که من 50 کیلو یا 50 پوند اضافه دارم و نمیدونم چگونه اینو کمش کنم، تو میگه یه اصولی هست که باید رعایت کنی و بعدم انتظار اینو داشته باشی که این وزن تو گرم به گرم در با گذشت زمان بیاد پایین، و برخی از اوقات هم مقاومت بدن تو، شرایط و موقعیت مانع این کار میشه و هزار تا گرفتاری. حتی یه واقعیتی مثل کاهش وزن، روزی که من به عنوان یه آدم درگیر احساسات و عواطفی هستم که تو وجود من لانه کرده، یعنی درست مثل رنگ پوست من سفید یا سیاه هست، به این راحتی ها نمیشه پسش زد و کنارش رفت. اما میشه در هر زمانی اونچه که خوب و درسته رو به کار گرفت. یعنی فرض کن اولین مسئله که تو ذهنت باید بیاد که یه واقعیت عزیز اینه که من در از هزار موردی که خودم رو با دیگران مقایسه میکنم 999 تاش نه مهمه، نه فرقی میکنه، نه فایده‌ای داره، نه ارزشی داره. پس برای چی مقایسه کنم؟ یعنی من چه دلیل داره که دائما خودم رو در معرض مقایسه با کسی قرار بدم؟ دوم، اصلا دیگران قضاوت و نظرشون راجع به من بد و منفی، خب باشه، چه تأثیری تو زندگی من داره؟ من بارها گفتم شما وارد یه مهمونی بشید همه فکر کنن شما 20% خوشتیپ‌ترید یا زشتری، 30% نمیدونم شیکترید یا لباستون نامناسبه. آخه فرقی تو زندگی شما نمیکنه، تو ذهن اونا و برداشت و قضاوت نظر اوناست، تأثیری تو زندگی من نداره. خب برای چی چیزی که تو زندگی من مهم نیست من بهش اهمیت بدم؟ یعنی اگر یک کسی مثل تو الان برمیگرده من میگه اینا رو میدونم و متوجهم، من میخوام بر مبناش عمل کنه، یعنی به مجرد که وارد ذهنش شد کنارش بزنه. به من میگی بیش از این موضوع پیچیده است، میگم بله، باید رفت سراغ گذشته، برای که معلوم این برداشت‌ها و دریافت‌ها با توجه به شرایط و کودکی میاد عزیز. یعنی اون نگاه بدبین و منفی و شکاک تو برمیگرده به زندگی کودکی غیرعادی که از ازدواج مادر و دو تا برادر بزرگتر داشتی، و بعدم ای بسا توی کار روان درمانی و تراپی معلوم بشه که حوادث و اتفاقاتی روی داده که الان تو نمیتونی با من راه بیایی. چرا؟ برای که پای تو رو قطع کردن، برای که شاید برخی از اوقات حوادث و اتفاقات اصلا به تو اجازه نمیده که عادی مثل بقیه مردم راه بری. خب اینا از نظر روانی دو تا جنبه رو داره، یکی اینکه تو باید یه مقدار آگاهی و دانایی خودتو بیشتر کنی و اونو به کار بگیری در حدی که میتونی، درسته؟ مثل آدمی که میگن تو که رژیم غذایی گرفتی نمیتونی چربی بخوری، نمیتونی فرض کن این موادی که کالری بسیار داره رو استفاده کنی. خب جلو خودمون رو بگیریم، حالا هر اندازه کم یا زیاد تاثیر داره، به هر حال یه اصولی رعایت میکنیم. اما در این حال هم کار دوم اینه که با یه روان درمانگر خوب بری کار بکنی. اینا چیزایی نیست که آدم بتونه عوضش کنه. یعنی درست مثل اینکه تو به من بگی من دیگه میخوام فارسی بلد نباشم و حالا مثلا ژاپنی بلد باشم. خب این کار اصلا، این مغز اینجوری کار نمیکنه عزیز. بعدم من بارها عرض کردم حوادث و اتفاقات کودکی متاسفانه تو وجود ما نشسته و به این راحتی ها نمیشه که ترکش کرد و پسش زد. درست مثل که من برگردم بگم من از کودکیم زبان فارسی رو یاد گرفتم، الان تخام تصمیم میگیرم که دیگه فارسی بلد نباشم. من میتونم فارسی نگم، سخن نگم، اما نمیتونم که فارسی رو نفهمم. برام اگر شما به زبان فارسی حرف بزنید هرچی بگید من میفهمم. چرا؟ برای که تو وجود من نشسته عزیز. گذشته رو نمیشه به این راحتی نادیده گرفت یا به صرف اینکه حالا فهمیدم میشه کنارش گذاشت. به همین جهت است که من و تو قرار جلوی خودمون بگیریم. بذار من به تو راجع به خودم بگم. من اوایلی که برنامه رادیو بود خیلی ها به من حرفشون این بود که تو تند حرف میزنی، و دیدم درست میگن. تو اگر اون موقع کاغذی که جلوی من بود رو میدیدی، میدیدی با خط بسیار درشت و بزرگ که هر وقت نگاه میافتاد به میکروفون میدیدم نوشته بودم آهسته. خب این تنها راهی بود که من مثلا جلوی خودم رو بگیرم. یعنی بعد از یک سال به تدریج آهسته تر حرف زدم، چون میدونستم نظر مردم به نظر دوستانم درسته که تو حرف میزنی. این همون چیزیست که تو الان سوار ماشین شدی میبینی یه پیچه علامت میزنه میگه سرعت رو کم کن، بعد تو علامت میزنه که اگر شب میای بدون تو این پیچ گرفتار نشی. خب تو میخوای اینا رو نادیده بگیری، میگی من وقتی که علائم رو میبینم اهمیت بهش نمیدم، پیچ هم هست به من چه، من که پیچ رو خودم نساختم. خب تصادف میکنی.
بنابراین تو اون قسمتی که در اختیار خودت رو باید بگیری. اینا چیزی نیست که یک شبه عوض بشه. تو در آغاز صحبتت به من چی گفتی؟ یه گفتگویی کردیم نشده. خب معلومه نمیشه. مثل اینکه کسی برگرده بگه من یه هفته رژیم گرفتم، من نمیدونم چرا این 50 کیلو کم نشد. شما گفتید کم میشه. خب بله گفتم کم میشه، اما یه هفته فقط 1 کیلوش. نه 50 کیلوش. هنوز بقیه‌اش مونده. بنابراین از یه طرف من باید دانایی و آگاهی که دارم به کار بگیرم، از جانب دیگه باید کمک بگیرم. اگر اینا ریشه هایی داره که یه جایی نشسته، اونا رو از جا در بیارم عزیز. این کاریست که به بلند مدت، و متاسفم نمیخوام اذیتت کنم، حالاتی که تو داری حالات های سخت و سنگینی عزیز، یعنی نشون دهنده اینی که سیستم حسی و احساسی تو، نظام باورها و اعتقادات تو، و بعدم حتی چگونگی استدلال تو میتونه آسیب دیده باشه. این همون مثالی است که من همیشه عرض کردم، من اگر آسیب دیده باشه مغزم، هر جمعی رو ضرب میگیره. بهش میگم 3 به اضافه 7 میگه 21، میگم 6 به اضافه 2 میگه 12. برای که ماشین حساب من آمده علامت جمع و یا جمع رو به هم زده ضربش کرده، و پاشم محکم میتونم بایستم. درست مثل اینکه من هر جا میرم راجع به من دارن حرف میزنن، و این از یه حدی که بگذره اصلا تبدیل میشه به یه نوع حالتهایی که بوی الوژن و دیلوژن داره، در حالی که اصلا ما آدم مهمی نیستم که راجعه من حرف بزنن. برای اصلا حرف بزنن، اینقدر حرف بزنن تا بمیرن. تو زندگی من چه اثر و تأثیری داره؟ به همین جهت است که یه مقداری از این یه طرف بیشتر بدون، دوم آنچه رو که میدونی به کار بگیر، و ضمناً هم یه روانشناس آقا پیدا کن که بتونه ذره ذره با تو کار بکنه در دو جهت. یکی حوادث و اتفاقاتی که الان داره میفته، که مثلا دیروز توی مهمونی یا سر کار چی شد، چون اون میتونه کمک بکنه به حل الان. یکی اینکه به تدریج یه نصف وقتش هم یا یه درمیون وقتش هم میتونه بذاری بریم سراغ گذشته. واقعا در کودکی تو چه گذشته، در ارتباط با مادر یا فرض کنید پدر یا بقیه کسانی که یا برادرها که در زندگی تو نقشی داشتن. برخی از اوقات اصلا همه اینا از یه منبع دیگه میاد. تازه یه مسئله دیگری هم هست عزیز، برخی از اوقات اینا اصلا یه مایه ارثی داره، و حسن کار اینه که این مایه های ارثی برخی از اوقات با دارو برای که تغییرات بیوشیمیایی مغزه میتونه به راحتی درست بشه. من نصفش رو از دست میدم، همونطور که یادمی که میخواد وزن کم کنه ممکنه بره لایفوسکشن کنه، 2 کیلو یا 3 کیلو چربیشو از بدنش بگیرن. یعنی یه کارهایی از این قبیل هم هست، ولی باید رفت دنبالش. متاسفانه من به آخر وقت هم رسیدم، ولی فکر میکنم حرفانو با هم زدیم. باهوشتر و تواناتر از این هستی که به هر حال بهش توجه نکنی. لطفا این مقدار بیشتر در این بارا بخون و بدون. دوم همونی که میدونی و مطمئنی رو به کار بگیر، و سوم یه روانشناس خوب باید پیدا کنی، و الا توی همچین زمینه ای مشکل پیدا میکنی، با آدم ها نزدیک بشی، رابطه صمیمانه پیدا کنی، علاقه پیدا بشه، و میتونی با یه تصوراتی از این قبیل واقعا یه رابطه خوبی رو خراب کنی، و هم به خودت هم به دیگران آسیب بزنی. ولی به هر حال مطمئنم از وقتش برمیه. منم به آخر وقتم رسیدم، ناچار باید خدافظی کنم، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. به همچنین خیلی ممنون. مرسی. من خواهش میکنم. تمنا میکنم.